حالیشو بینا. یا خدا. عباس، عباس، صدای پلنگ میاد. عباس، خوابیدی یا مردی؟ کیش بلغارستانه، رسیم به مرز. تو که خیلی وقت رسیدی، منتها به مرز بیغمی. میگم بس که خود ترونه نه. نه تو میره اینجا تازه قربینه. ما نیستی. بیا پایین خودتا لوس نکن، لنگدراش. آقا مهدی، این سفرم به خوبی و خوشی تموم شد الحمدلله. امشب بیریم به سلامتیت یک عرق دستسیر با پیاز میخوریم. اولندش میریم نیست و میری. دوبومندش خودت تنهایی کوف میکنی. بابا آقا مهدی، امروز 23 بار یعنی 2 سال از اون قضیه گذشته، تو هنوز عزاداری لب به نجستی نمیزنی. بریم بابا یه لبی تر کنی، الان یه 2 سالی میشه که تر نکردیم جونت. عباس باز که تو شروع کردی. آقا مهدی، درسته که خدا بیامرز زن تو بود، ولی مثل این که یادت رفته که آبجی من بود. خب بود که بود. دلم آقا مهدی، دلم آقا بسقات، تکرم. والا چه میدونستم امروز میان چه ولت برق انداختم، تکرم. خوب کردی، برو ترتیب بده اومدن. این کی بود؟ اکبر چاکرم بود، مغنی. تو هم برو ترتیب کارا رو بده، من دلم واسه افتی گرفته شده. دلم میخواد یک گازم اون دفعه پده دست بگیر. چی شد؟ ببخشی مذرم دایی سگش سگی. پس تو خونه میبینم فیلن زازی ها. قربون تو، اخش اسیرتم، خاک اسیرتم. چاکرم بفرما مهدی، حاضر حاضره. خیلی ممنون. نگاه کن اینو رفت راستمه. خیلی ممنون. بیا چاکرم. مال تو. چاکرم یه چایی میخوری بگم بیاره؟ نه بابا باز برم. چاکرم خداحافظ. چاکرم چاکرم. و تو هم که چقدر چاکری. یک کنیم دیگه ما چاکری. چاکرم گرفشم جون، برو سر کوچه، الان باباس میره. از کوچه میزینی مامان بزرگ؟ دایی تلفن کرد، پستو ننه، پستو. سلام، صبر کن اومدم. الهی که قربونت برم من، نازتو برم. در ماشین رو باز کن، در ماشین رو باز کن. چه شد؟ بگیرش، بگیرش. بارلا، خودت کمکش کن. چی شده؟ مگه حالا چی شده؟ ای بابا تو که داری خودت میکشی، هر چی باشه خرجشو میدم، فدای سرت. اوه چی رو فدای سرت گاو نیش؟ اگه یه مو از سر اون بچه کم بشه من میدونم و شماها. این نرغول چیه دیگه؟ نرغول بابای یوزت عوض. آقایون اینجا جای دعوا نیست. خانم بفرمایید بریم کلانتری. کلانتری برای چی؟ من شما راننده اتومبیل نبودیم. چرا چی؟ پس بفرمایید، خواهش میکنم. شما مگه شکایتی دارین؟ بیاین کلانتری. باشه سرکار. حالش چطور آیده تو؟ چیزی نیست، ناراحت نباشین. خوشبختانه ضربه شدید نبوده، فقط یک کمی ترسیده. اگه یکی دو روز تحت نظر ما باشه خیلی بهتر. قربون شما آیده تو، خیلی ممنون. ای خدا مرگم بده، چه خاکی به سرم بریزم. چی شده؟ چیزی نیست، نه ترس. دکتر گفت یه خود ترسیده، حالش خوب میشه. بیشین، بیشین، نه خودتو ناراحت نکن. بیشین بابا. قول کردم. سلام افشین جون، حالت خوبه؟ سلام خانم، شما پرستاری؟ نه پسرم، من اومدم دیدن تو. شما من از کجا میشناسید؟ من تو رو خوب میشناسم، این گلم واسه تو آوردم. برای من؟ آره پسرم، مامان بابات نیومدن؟ بابام الان میاد. خب مامانی چی؟ پس اون کجاست؟ من مامان ندارم، فقط مامان بزرگ دارم.
آخه مامانم دو ساله رفتی مسافره است، از اونجا رفتی بهش. خانم شما برای چی گریه میکنی؟ چیزی نیست بدارم. چرا شما اینقدر من میگین پسرم پسرم؟ من که پسر شما نیستم. درسته پسرم، آخه پسر منم رفته به بهشت. سلام خانم. سلام آقا مهدی. به به، سلام سلام پسر گلم. سلام بابا. حالت چطوره بابا چون؟ حالم خوبه بابا. ببین این خانم چقدر برام گلو برده. میدونی بابا؟ پسر این خانومم رفته بهش. پیش مامان منه. نه بابا جون، ناراحت نباش، من الان برمیگردم تا حرف بزنم. قربونش برم، الان میام پیشت. معذرت میخوام خانم، میدونین اون بچه هست، متوجه نشد. آره میدونم میدونم. خب من دیگه با اجازتون میرم. شما خیلی محبت کردین، لازم نبود اینقدر زحمت بکشین. با اون کاری که دیروز شما کردید من یک اون خدا آمدید. ما خودمونم راننده این، وقتی بچه طوری نشده باز چیره؟ با اجازه من دیگه باید برم. اگه یه دقیقه صبر کنی من خودم میرسونم تو. متشکرم، نمیخوام مزاحم. مزاحمت چیه؟ همین الان برمیگردم، یه ثانیه هم طول نمیکشه. Bye.
بعضی کاراتو بذاری کنار، خواننده‌ای رو دست تو پیدا نمیشه. کدوم کارامو؟ مگه چی شده؟ ده خودتو به کوچه علی چپ نزن. امروزو میگم. کجا بودی؟ یه دقیقه رفتم بیمارستان به پسر سر بزنم. آه دیگه بیمارستان واسه چی؟ باباش که دیروز رضایت داد. خب رضایت بده، منم به همین خاطر رفتم دیگه. اون رسونده در خونه واسه چی؟ نفهمیدم. آقا واسه من جاسوس گذاشتن. قرار ما فقط اینه که من اینجا آواز بخونم، فقط همین. که اینطور؟ پس خانم قرارداد به رخ ما میکشه. گوش کن شهرآس، من اگه بخوام فقط قراردادی با تو رفتار کنم و مواظبت نباشم، سر دو روز میری اونجا که عرب نیبندیزه. تو که نمیدونی وقتی یه خواننده گل میکنه 2000 تا عاشق سینه چاک واسش پیدا میشه، فقط واسه اینکه درآمد زندگیشو بخوره و چند سبایی هم از خودش استفاده بکنه. نه خیر، تو اشتباه میکنی. اون کسی که منو امروز رسون در خونه آقا مهدی بود، بابای همون پسره، نه اون عاشقای سینه چاک. خوبه، خب پس خیالم راحت شد، ولی از همون آقا مهدی هم حذر کن. باشه، سعی میکنم. اسیر نباشو حرف گوش کن. نمیتونم من اسیر بشم. ببین چی میگم. اون پای جلویه رو با درش بیاری، بدیش یه نگاهیش بکنم. میدم نگاهش تو سرعت یه خود میزنه. میزنه عقب. آفرین. پایر جلو رو بردارم تو میدم بفرمان. راوا چی گفت تو؟ اسیر. بفرمان تو. یا الله. یا الله. اسیرت هست. آره مهمون داریم. سلام علیک داره. سلام. 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 چطوری پیدا کردیم؟ پیدا کردن خونه شما زیادم سخت نبود، به خصوص با اون اتفاقی که سر کوچه‌تون افتاد. بابا من سنس خانم رو خیلی دوست دارم. بابا دستوز به زحمت کشیدی. خب منم دوستش دارم. عباس خجالت بکش. منظورم اینه که آخه خب خوشگلا رو همه دوست دارن، یکی رو پیدا کنی که حاجیت دوست داشته باشه. آره واقعا که درد کش عباس. اسیرت هم اسیرم. بیا پایین بابا جون، بیا پایین، خانم خسته میشن. سخه نمیشن. نه آقا مهدی، افشین راست میگه. من حس میکنم اگه 24 ساعتم تو بغل من باشی، نه تنها خسته نمیشم بلکه بغلی هم میشم. متشکرم، من باید برم. فقط میخواستم از شما خواهش کنم که اگه ممکنه اجازه بدین گاهی اوقات من به دیدن افشین بیام و ببرمش گردش. اختیار داری خانم، با این علاقه ای که بچه به شما داره من خیلی ممنون میشم. وقتی پاکست به تا داره
دلم تا به خدا مادر با سلام. بچه هم از بین رفته. خانم هنوز میگه میرم عیادت بچه. من به تو دروغ نمیگم جمشید. آخه بابا عیادت یه بچه رفتن که این همه جار و جنجال نداره. گوشاتو وا کن شهناز. من 20 سال کافه. تا من زنده ام باید دور این حرفا. برای چی خط بکشم؟ چه کاره ای من؟ مگه من آدم نیستم؟ مگه من نباید زندگی کنم؟ کی گفت تو نباید زندگی کنی؟ زندگی کن. ولی با کی؟ با اون کسی که زندگیشو به پات ریخته؟ من؟ مگه نگفتم عقدت میکنم و کافر رو میذاری کنار؟ مگه من نبودم که به تو گفتم یه آره بگو همه چیمو به پات میریزم؟ اما تو خودت گفتی بعد از شوهرت نمیتونی هیچ مردی رو قبول کنی، درسته؟ پس حالا چطور شده که رأی خانوم برگشت؟ گوش کن جمشید، من حرفامو زدم. تو هم دلت میخواد قبول کن، دلت نمیخواد قبول نکن. من فقط یه قرارداد با تو دارم، سر قول و قرار هم هستم. پس فقط یه قرارداد باشه، تو قرارداد تو عمل کن، منم به قرار خودم عمل میکنم. معلوم نیست این شاگرد ما کدوم گوری رفته. آقا مهتی، آقا مهتی بده من رنگ چارو. آقا مهتی دینم نارنگی چان. میگم آقا مهتی، یه بار هست که یه سره میره فرانسه، خب. یه بارم هست که یه سره باز بره ترکیه و بلغار و آلمان و قزوین خالیشه، خب. من گفتم یه بار واسه همون جور کنه که میدون اعدام خالیشه. این خیلی راحت تر سر راست تره. من بگو نفت دیگه، واسه اینکه یه چند روز دیگه میشه کار دارم. خیر ان شاء الله. رجب افشینه. ای همچین. یعنی میدونیم. یعنی میدونیم. این پدر سوخته خیلی با شهناز اونس گرفته. آره خب بیارش خونه که پرستاری افشینو بکنه. تا که باز تو مریض خونه کار بکنه؟ آباز میخوام بیگیرمش. یعنی میخوای عقبش کنه؟ آره مگه عیبی داره؟ والا عیب که نداره که، هیچی خیلی هم خوب. آی مرد آبزه خبر خود هوار هوار راننده هست، بذار در رو پاشه قرار بگیره، اون وقت خلق خدا رو خبر کن. نمیتونم نمیتونم من این خبر رو باید طوری به مردم بگم. آی مردم، آی ملت، آی مردم. سلام عباس آقای گل، خیلی شادی، بگو مام شنگول چی؟ والا عروسیه یدی خان، عروسیه. مبارک برای عروسی کی هست؟ اینه دیگه بعدم بهت میگم. راستی ببینم تو این طرف چیکار میکنه؟ اومدیم یه سر توره ببینه. منو؟ آره چطور یاد منو افتادی؟ یه موضوعیه مربوط به آقا مهتی. آقا مهتی رو میگم. آقا مهتی خودمون. آره خب پس بگو دیگه چرا معطل اینجا نمیشه. بریم این بغل واسط میگم. آقا مهتی اسیرت هم الان برمیگردم. اسیر فرما برو بریم. نو سلامتی ما باز خودم شاگرد آوردی. ناکس به هرچی استاد گفته زکی. آها یکی عوضی شنیدی، عوضی دیدی، اصلا خودم عوضی هسته. ببین عباس، به جون آقا مهتی تو به مری دروغ نمیگم. مگه چیزی گیر من میاد؟ آخه من نمک تو رو خوردم. من به همون نمکت قسم راست میگم، من فقط این وسط دیدم سر رفیق رفیقم داره کلا میره، گفتم اگه چیزی نگم نامردیه. یدی تو خیلی بدی. بابا این حرفا چیه؟ خودم با این چشام دیدم، باور نمیکنی. خودت میبرم ببینی. کی؟ همین امشب. باشه میام. بریم. اما یه شرط داره. چه شرط داره؟ ببینم بچون، تو که نمیخوای من از نون خوردم بیفتم. نه. نه اون کافه دست منه. خب باز قول بدی که تو کافه سچده را نندازی. باشه قبول دارم. بگو جون آقا مهتی. جون آقا مهتی تو کافه سچده را نمیدازی. بزن بریم. بزن بریم. ببینم امروز چقدر بسته بیکردی؟ ما میریم بیشی نزدیک 800 تومن. بسته همه منو بده. چی را خدا بده؟ گلشو آخه ما امروز انقدر کاسبی نکردیم. بده 200 تومن میگم کار کنم بیشه 1000 تومن. اگه ندی میگم از ده عوضت کنن. ای آقا. چیه چیه؟ ماشینتونو ببینم. ماشینتونو کجا پارک کردیم؟ چی ما کجا پارک کردم؟ ماشینتونو میگم دیگه. آخه من اینجا ماشین بفهم. ماشینتونو بفهم. ما ماشین نداریم. گاری داریم. یه ساعت لاب بده به عصرش.
اومدی، بفرما. نه، دیگه باش بریم، خدا حافظ. کجا؟ عباس آقا، عباس آقا. دیگه روز نیمه شبون هست میشه. دیگه بقیه کاراش با شماست ننه. من که کاری از هم بر نمیاد. جز این که پولشو بدم. خرید عروسی رو کی بریم؟ شهناز نهار میاد اینجا. خودتون قرارشو بذارید. باشه، شهناز نهار میاد اینجا. آره. چطور مگه؟ هیچی. عباس. تو یه چیزی ته مثل که امروز حالت خوب نه؟ نه اختیار داریم حالم خیالم خوبه. بابا نمیشه شهناز خانوم زن دوی عباسم بشه؟ دستو نازی عباس بلنشو یه سر بریم گاراژ ببینیم چه خبره. بلنشو بیا قریب. خداحافظ ننه. به سلامه. خداحافظ افشی. خوش اومدی. دی عباس. ها؟ جونه دی عباس. اونه که گفتم یه دید نرو ها. نه این بگی فراموش کردم. نه دایی جون. وسط میارم از سیرت هم تو نمیری. عباس. تو یه چیزی هست. خیلی خوب. اگه نمیخوای بگی منم نمیپرسم. آمیتی، شهناز تو کلوم مریض خونه کار میکنه. ها، نمیدونم، چطور مگه؟ هیچی، همیتونی بزنم. حرفتو بزن عباس. باشه، میزنم. آمیتی، شهناز تو مریض خونه کار نمیکنه. ها، تو مریض خونه کار نمیکنه؟ نه. پس شبا کجا میره؟ میره کافه. میره کافه؟ میرقص.
باشی تو باقه دل چشم و چراغم باشی اومدی؟ مثل اینکه ناراحتی؟ نه چیزی نیست. با آقا مهدی اومدیم یه لبی کردیم. آقا مهدی؟ آره. پس کجاست؟ همین بغل مقلا. سلام پیداش بشه. بغلا. الان میام. الان خدمت میرسم. برش. شب و روز سراغ تو رو میگرفت و شناس شناس میکرد برای اون که جای خالی مادرش رو با وجود تو پر کرده بود لعنت به تو زن تو که میدونستی زندگی من اون بچه هست چرا با زندگی من بازی کردی آخه زن مگه من به تو بد کرده بودم چرا به من دروغ گفتی چرا قبل از اینکه منو پابند خودت کنی نگفتی که چه کاره ای چرا نگفتی که برای پر کردن شیطان کارت خوردم هر شب باید یه مش اینجا چه خبره؟ آقا شما اینجا چی کار دارید؟ چی شده شناس جون؟ برو گم شو، برو گم شو چه منو بدبخت کردی؟ تمام این بدبختی رو زیر سر تو چرا بلم بدید؟ گم شدم از اینجا برو بیرون گفتم برو بیرون مگه با تو نیستم میگم برو بیرون پس معلوم شد که تنت میخوره بله یدی آلام بچه ها بیاین اینو بندازیم بیرون
دیوار بینو. یه جام دیگه، عجب مایه‌ای دارم. به همین سادگی تاریخ خفش و ایک بیرید یکشنو با سما بذاری دست خوش با از اون موهبتی که خدا بهش داده به طور مشروع استفاده کنه هر جایی نیست. تو اصلا از یه زن چی میدونی؟ یه زن پاکو اگه تو یه فرش سرباز ول کنی پاک میمونه، برای یه زن ناپاکو اگه تو شیشش هم بکنی ذات خودشو نشون میده. مهدی، من به تو دروغ نگفتم، یعنی من واسه اینکه تو از زندگی من چی میدونی؟ تو چی میدونی وقتی بچه 6 ساله آدم پر بزنه و کاری از دستش بر نیاد با آدم چی میگذره؟ نه مردی بالا سرم بود، نه دلسوزی داشتم. چی کار میتونستم بکنم؟ هرچی داشتم فروختم و خوردم. شده بودم یه مرده متحرک، از زندگی کردم فقط نفس میکشیدم. تا اینکه جمشید سر رام تز شد و گفت باهات عروسی میکنم، اما من بهش جواب رد دادم، بهش گفتم که دیگه نمیخوام شوهر کنم، یعنی نمیخواستم بعد از مرگ شوهرم دست هیچ مردی به تنم بخوره. ولی اون اصلا ولکن نبود، فهمید صدام خوبه، گفت پس بیا کار کن همسرت گرم میشه همین که پولی برای زندگی در بیاری. منم قبول کردم،
دیگه داشتم یواش یواش به اون زندگی عادت میکردم که سرکنده تو پیدا شد. چشمم که بهت افتاد زبونم بند اومد. تو هم خودت بریدی هم خودت دوختی. خودت گفتی چی کاره ای؟ خودت هم گفتی که تو بیمارستان کار میکنم. آخه تقصیر من چی بود؟ من از کجا میدونستم تو از آواز خوندم بدت میاد؟ خیلی خوب، اگه نمیخوای حرف بزنی منم حرفی ندارم. برو پایین. برو پایین. باش کن دیگه میتی. مگه دل تو از سنگه؟ کن دیگه میتی. مگه دل تو از سنگه؟ تو خودت زیاغ دیدی، درد کشیدی، بدبختی کشیدی، معنی درد رو میفهمی چیه؟ مگه تو خودت به خاطر افشینت دنیا رو به هم نمیزنی؟ پس درد اونم بفهم دیگه. درد یه زن شوهر مرده رو که بچهش رو دستش پر پر زده. چشمم که بهت افتاد زبونم بند اومد. تو هم خودت بریدی هم خودت دوختی. خودت گفتی چی کاره ای؟ خودت هم گفتی که تو بیمارستان کار میکنم. آخه تقصیر من چی بود؟ من از کجا میدونستم تو از آواز خوندم بدت میاد؟ اگه نمیخوای حرف بزنی منم حرفی ندارم. برو پایین. مهدی برو پایین. باش کن دیگه مهدی. مگه دل تو از سنگه؟ تو خودت زیاغ دیدی، درد کشیدی، بدبختی کشیدی، معنی درد رو میفهمی چیه؟ مگه تو خودت به خاطر افشینت دنیا رو به هم نمیزنی؟ پس درد اونم بفهم دیگه. درد یه زن شوهر مرده رو که بچهش رو دستش پر پر زده. یه زن تنهاست که هیچ کس تو این دنیا نداشته. آخه به کی میتونست پناه ببره؟ عباس تو چرا این حرف رو میزنی؟ تو که میدونستی من میخواستم اونو بگیرمش. آره میخواستی بگیریش، اما ببینم اونم میدونه. تو یک کلوم بهش گفته بودی که میخوای بگیریش. آقا میتی یه کمی فکر کن. تو خودت مرتب هی میبری خودت هم میدوزی. آره مگه اون طفلک کف دستش بو کرده بود آخه؟ ایش مگه میذارن آدم یه چرت بزنه؟ کشتن منو اینا. اومدم بابا. آدم نصف شبم تو این خونه آسایش نداره. اومدم. سلام علیکم ننه. سلام. از زیرتم ننه. چی شده مادر؟ چه اتفاقی افتاده؟ تا این وقت شب کجا بودی؟ والا ننه داستانش خیلی مست بگم که شهناز خانم تو خونهش امنیت نداره. راست میگه ننه نداره. بزن ببینم. حالا خب ننه چی چی رو نداره؟ قضیه چیه؟ شماها چی چی رو دارین از من پنهون میدونی چیه ننه؟ من خانم اجازه بدین من خودم همه چیز رو بهتر میدونم. من برای خانم خودم با هم حرف میزنیم. بیا بریم تو مادر. بیا بریم. کس چیزی گفت؟ نه ما چیز نگفتیم. پر را بیو اون برو بریم.
باشم. دیگه نمیذارم افشین درد بیمادری رو حس کنه. از دورش خیلی کشید قهدی خوننده که نیست ببره پس ما اینجا قاقی نه یادی داغشو به دلش میذارم یه نقشه ای واسش کشیدم چه نقشه ای خوب گوشاتو با کن ببین چی میگم همشو میدم به تو، همش مال توه بگی کجه میری؟ بازم میخواه برای اینجا بریم یا عالم شکلات دارم جا همشو میدم به تو آبا، میگم چرا اینقدر زور میزنی پسر؟ میخوای زور بزنم با همه که بارم کردی خاطر اینقدر بار نمی کن دورا جون قاطر چی شده ننه؟ افشین؟ افشین چی شده؟
شب تا صبح خوابم نبرد. داری به ما میگی؟ دلم داره مثل سیر و سرکه میجوشه. موت نکن، خدا بزرگه. امروز هر طور شده افشین جونو پیداش میکنیم. خیالت راحت باشه. با امید خدا. بهتره یه دقیقه به حرفان گوش بدی. من حرفی با تو ندارم. جمشید خان میخواد ببینته. جمشید خان غلط کرده با خبر بیارش. باشه، ولی فکر کردم دیرت میخواد یه خبری از گم کردتون داشته باشی. خبر راجب چی؟ راجب افشی؟ نمیدونم والا، شایدم از افشین باشه. اما اگه من جای شما باشم تا جمشید رو ندیدم به کسی حرفی نمیدارم، چون ممکنه جون و بچه به خطر بیفته. یادی صبر کن یه دقیقه. یادی سلام شهناز خانم، چه عجب خانم از پا کم پیدا این. چرا نمیفرمین؟ بفرمین خواهش میکنم. ناسلامتی، ما یه وقتی با هم دودیم. ما هیچ وقت با هم دوست نبودیم. خب پس واجب شد که با هم دوست بشیم. خب مسخرگی بسته، حرفتو بزن. حرف؟ با این قیافه‌ای که تو گرفتی همه حرفا رو نمیشه زد. بچه کجاست؟ خب بس اهل معامله هستی، درسته؟ تو از من چی میخوای؟ من از تو چی میخوام؟ یعنی تو نمیدونی من از تو چی میخوام؟ خب من تو رو میخوام. جمشید دور منو خط بکش، من میخوام شوهر کنم. خیر؟ تو با این کارات به جایی نمیرسی. تو فکر عاقبت این کارو کردی؟ اگه این خبر به گوش پلیس برسه؟ دیدی گوش پلیس نمیرسه. اگرم برسه کو مدرک؟ به فرض منو گرفتن و چند روزم نگه داشتن، اون وقت بچه از گشنگی میمیره. چون فقط من میدونم بچه کجاست. پس میخوای چی کار کنی؟ حالا شدی دختر خوب. ببین شناس، من چیز زیادی از تو نمیخوام، یعنی در واقع حق خودمو میخوام، خانندمو. خاننده ای رو که زحمت کشیدم تا به اینجا رسوندم حاضر نیستم به این مفتی ولش کنم. حالا هم اگه تو برگردی سر کارت همه چی درسته، بچه هم صحیح و سالم برمیگرده پیش باباش. از کجا مطمئن باشم؟ اولا که راه دیگه ای نداری. دوبا من وقتی اومدی و برنامه تو اجرا کردی، اون وقت میبرمت که بچه رو ببین. خانبازش چه خبره؟ افشی پیدا شده؟ نه شناس خانم کجاست؟ خونه نیست. چی کارش داری؟ بازم خبری شده؟ پیدت خانم بازم که رفت؟ صبح یه نفر اومد دم در، اونم چادرش انداخت سرش و رفت بیرون. گفت که زود برمیگرده، اما تا حالا خبری ازش نشده. من فکر کردم واسه مهدی اتفاقی افتاده. نه بابا تو هم عباس بایست اومدم صد کن. همه دیوونه شدن، خدا عاقبتشون رو به خیر کنه. چیکار کنم این دادی بیداد؟ آقا میتونم راه شد. آقا میتی دیگر آقا مهتی. چیه؟ چی شده؟ از افشی خبری شده؟ نه آقا مهتی، شهناز چی شده؟ نمیتونم بگم. چی شده پسر؟ حرف بزن. شهناز چی شده؟ خفم کردی؟ آقا مهتی، نمیتونم بگم. Oh,
سر و کارت با اونه. بریم آقا مهتی. بریم. بریم آقا مهتی. بریم سر کارتو. یار برم که رو هوارا میره تا چشم مستی دیدی نفو میره اگر تو خوش بیاره و خوش ایکن با این همه پیش بکنی جا میره بسا کنار تا ببینم چی اومد آخای آخای چه شیر برنجی اومد بسا کنار تا ببینم چی اومد آخای آخای چه شیر برنجی اومد جمشید هر کاری که خواستی من برات انجام دادم حالا دیگه بریم من بچه رو ببینم باشه مردو و قولش بزن بریم بفرد سلام بابا سلام سلام حالا میخوای چیکار کنی آقا مهتی میدونی عباس سرتای این قضیه با هم چفت نمیشه یه چیزی این وسط خالی میمونه من که نمیخوام چی میگه والا گوش کن عباس من شهناز رو میشناسم اون هر چقدر زن بدی باشه این کاری رو که امشب کرد نمیتونه بکنه جریانات جایی دیگه آب میخوره چی بگم آقا مهتی جون ما فقط اسیرتیم به خدا اسیر عباس یه سر نخی دستم اومده تو اینجا مواظب اوضاع باش من الان برمیکردم اسیرتیم چه ببخشین که ممکنه سوئیچ ماشینتون رو بدین من میخوام پارکینگش کنم در میزنه این ماشین پر رویه یه شمچاره میخوره من تو فکرم بایی سلام از شد قربونی شما نوشترم چاکرم عبدم و عبید و اوخ ببخشیم میگم که بفرمایید سوارشین خواهش میکنم چاکرشم من مخلصم داخل شین بفرمایید میگم که خانم جون به من عاجز دست دارم یه مکی بکنی چاکرم نوکرم خیلی عبد خود یعنی بیمزده سیارو اینم از صحاب کافر هم نگو باکی هستی برم سراب های سلام عرض شد قربونی شما چاکرم قربونی تو مملی ماشین رو پارک کن خش روی چشم سلام بربان سلام خانم قربونی پسر مواظب باش من اینو پارکینگش کنم الان باشه باشه برو خیلی خوش اومدید. آهای
این ماشین کجا میبری؟ چه تو ببینم؟ این رفیق ما کجا را؟ کی؟ همون که موهای فلندی داره؟ آره، بی پایین، باش بی پایین خودو بسار ببینم، ماشین کجا پرکش کنم؟ همین جا باشه، من اومدم. ای بابا، اینجا قدقن کجا رفتی؟ با من که عاشق شدی با بگو ببینم بچه هم کجا. آقا مهدی، به جون مادرم من خبر ندارم، بچه رو به دستور جمشید دزدیدم، بعدش هم تحویل خودش دادم، دیگه هم خبری ازش ندارم. بس میارم بنال. بسته آقا مهدی، بسته. چطوره؟ از خونش را حتی خوابیده بازم. بفرمید خود. بچه کجاست؟ عجله نکن، برو جلو. اینم بچه. خب پس چرا آزادش نمی کنی؟ مگه نمی بینی بچه خوابه؟ آره بفرمی، خواهش میکنم. دیگه بریم تو. تو دیگه برای چی؟ بعدا می فهمی. آخه حالا بیا تو. Thank you.
افشین، افشین، پاشو افشین، بلند شو افشین، با تو هم بلند شد، بلند شد، میدونم شکل چونه خودم رو لیو لده میکنم افشین، بلند شو یه پاشو بیا، بخور تو که میدونی من مشروب نمیخورم خب، گوشاتو واکن شهناز، این تو بمیری از اون تو بمیری یا نیست تو حالا هر سازی زدی من باش رقصیدم از این به بعد دیگه من میزنم تو میرقصی این پنبه رو از گوشت بیرون بیار من ترجیح میدم زن یه سگ بشم ولی دست تو بهم نخوره بودن شده بودن شو افشین افشین راحت گیره خوابی خیلی خوب حالا دست بده اینجا که نون بیا کباب ببرد نه میرم خود گرفتم تو برو من از برم کن برم کن برم کن این دوال پا می چسبم به برم کن برم کن پس میخواستی سر من کلا بذاری با اون صورت حق به جانب میان که هر کاری بخوای میکنم بچه رو آزاد کن اون وقت برای من گردن کلاف خبر میکنی آره؟ بیاریش یاله بیا نکن بچه چه صافت های نامرد درشت کار اونه دیگم الان میرسه یعنی باید ساله رسیده باشه چی؟ مهدی فرنگی اومده به تو کافه منم فرستادمش اینجا منطقه خودم و بچه ها زودتر خودم رو رسوندیم اینجا پس بچه کجا؟ هنوز تو کافه آروم باشه خب باشه باشه منتظرش میشیم تا وقتای خودش بیفته تو تله با هر چهارتاشون کار دارم
زود باشین ها بیافتین. یالا به پرا خودت خودت. سنگ من در میری؟ Oh, my God.
بیام. تکون نخور، جون بخوری میندازمش پایین. اگه جون بچه تو دوست داری وای میسی و تکون نمیخوری. بیا برو دنبال کارت، من با تو هیچ کاری ندارم. شطور دیدی ندیدی بچه رو برش کن بذار بیاد پایی. منم قول میدم که بهت هیچ کاری نداشته باشم. دست از سر بچه هم بردار بیبارو پی کارت. در خودتی بس دست رو مثل تو رو رنگ میکنم. حالا دیگه بهم کاری نداری؟ بالا بایستدن به جایی نمیرسی جمشید. مهدی جمشید دست از سر اون بچه بردار. تو منو میخوای من باهات میام، هر جا بخوای باهات میام، به خدا راست میگم. باشه هرچی تو بگی. آخ آخ بایست بیره. جونه دلم، جونه دلم، جونه دلم. ببین ما چی دم کردم. نه نه ایجا نه، حالا زوده که تو به
بری بهشت. نه جاییتو، من تلفظ مامانم تنگ شده. منم با تو میام. من میخوام مامانم رو ببینم. نه بی جو، من میخوام با تو بیام بهشت. بلد بوده که تو بری بهشت. تو خدا من هم بخودت ببین جایی عباس. جایی عباس جنم. منم میخوام بیام.